سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که امام علیه السلام حرکتشون رو آغاز کردن از مکه به سمت عراق و در منزلهای فرود می آمدن، در اونجا ملاقات های انجام می شد. تا هفت منزل رو بیان کردیم که هفتمین مورد حاجر بطن الرمه بود که امام در اونجا فرود آمدن و دارد که امام علیه السلام در اون منزل قیس ابن مسهر سیداوی و برخی هم گفتن که عبدالله ابن یقتر رو به سوی اهل کوفه فرستادن. اون زمانی بود که هنوز شهادت حضرت مسلم ظاهراً به امام علیه السلام نرسیده بود. امام نامه‌ای نوشتن که در جلسه گذشته نامه رو خدمت شما خواندیم. اما ماجرای قیس ابن مسهر سیداوی که مأمور رساندن نامه امام علیه السلام به اهل کوفه بود، ایشون حرکت کردند و با سرعت و شتاب رکاب می زدن که زودتر این وظیفهشون رو انجام بدن. تا اینکه به قادسیه رسیدن، گفتیم که عبیدالله دستور شدیدی صادر کرده بود برای اینکه راه ها رو کلن محاصره کنن و افراد زیادی رو مأمور این کار کرده بود و به دقت هر کسی که میخواد وارد عراق بشه و خارج بشه او رو تفتیش کنن، بازرسی کنن و کنترل شدیدی داشته باشن. لذا وقتی که جناب قیس ابن مسهر سیداوی به قادسیه رسیدن، گروهی از مزدوران ابن زیاد راه رو بر او گرفتن تا ایشون رو تفتیش کنن. ایشون هم وقتی که دیدن نامه امام علیه السلام در معرض این است که به دست اونها بیفته، نامه رو پاره پاره کردن تا اونها از مضمون نامه آگاه نشوند. مزدوران عبیدالله قیس ابن مسهر رو و قطعه های نامه رو نزد عبیدالله بردن. عبیدالله از او سوال کرد تو کیستی؟ پاسخ داد مردی از شیعیان امیر المؤمنین حسین ابن علی علیه السلام، که البته نام امیر المؤمنین فقط بر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام گفته میشه، اما خب اینها از جهت اینکه جواب دندان شکنی به عبیدالله داده باشند، چون اونها یزید رو امیر المؤمنین میگفتن، اینجا برای اینکه یک جواب آتشینی و دندان شکنی به عبیدالله داده باشند که امیر مؤمنان در این زمان آقا حسین ابن علی است نه یزید. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. عبیدالله گفت نامه ای را که با تو بود چرا پاره کردی؟ قیس پاسخ داد برای اینکه تو از مضمونش آگاه نشی.
عبیدالله گفت نامه را چه کسی فرستاده و نزد چه کسانی می بردی؟ قیس گفت نامه از حسین علیه السلام به سوی گروهی از اهل کوفه بود که من اسامی اونها رو نمی شناسم. عبیدالله خشمناک شد و فریاد زد به خدا سوگند که تو را هرگز رها نمی کنم مگر اینکه اسامی اون افرادی را که حسین برای اونها نامه فرستاده بگی، یا این کار رو بکنی و یا اینکه بر منبر بری و حسین و پدر و برادرش رو سب کنی، در این صورت تو رو رها میکنم و الا تو رو از دم تیغ خواهم گذران. قیس در پاسخ گفت چون آن گروه رو من نمیشناسم پیشنهاد تو رو انجام میدم. عبیدالله به گمان اینکه قیس ابن مسحر از مرگ ترسیده و میخواد این مطلب دوم رو انجام بده قبول کرد، دستور داد مردم کوفه در مسجد اعظم اون شهر گرد بیان و اونجا سخنان قیس ابن مسحر رو که فرستاده امام حسین علیه السلام است در مدح بنی امیه بشنوند. خب این اگر عبیدالله خیال میکرد که حالا این کار رو انجام میده و مردم میبینن که نماینده امام علیه السلام داره از بنی امیه تمجید میکنه و این خیلی به نفع ابن زیاد تمام میشد، اما غافل بود که قیس ابن مسحر چه انگیزه ای داره از قبول کردن این کار. در این هنگام نوشتن قیس بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر رسول خدا و رحمت بسیار بر امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندانش، بعد از اینکه حمد و ثنای الهی رو گفت و رحمت بسیار بر امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندانش فرستاد، سپس بر عبیدالله و پدرش و سردمداران حکومت از کوچک و بزرگ لعنت فرستاد. گفتیم که شخصی بسیار دلیر و شجاع بود و با صدای بلند فریاد زد ای مردم، حسین ابن علی بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه دختر رسول خداست و من فرستاده او به سوی شما هستم. من در یکی از منازل بین راه از او جدا شده و نزد شما آمدم تا پیام او رو برسانم، به ندای او لبیک گویی. ادامه جریان جناب قیس ابن مسحر رو انشاءالله در جلسه بعدی به عرضتون خواهیم رساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.